سرخط خبرها هشدار مسکو درباره حمله به خاک روسیه با تسلیحات غربی هجوم بلغارها برای جارو کردن بازارهای ترکیه انتشار نقشه تجزیه اوکراین توسط متحد پوتین سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید انتشار نقشه تجزیه اوکراین توسط متحد پوتین بنابر گزارش پایگاه خبری اودسا ژورنال دیمیتری مدودو معاون رئیس شورای امنیت روسیه نقشه را منتشر کرد که در آن اوکراین وجود ندارد و سرزمین های آن بخشی از کشورهای دیگر است البته در این نقشه بیشتر اوکراین متعلق به فدراسیون روسی است در نقشه مدودو اوکراین بین روسیه لهستان رومانی و مجارستان تقسیم شده است جالب این که او حتی یک استان اوکراین را به بلاروس نبخشیده است بنابر خیال پردازی های او هفت استان اوکراین به لهستان یک استان به مجارستان دو استان به رومانی و سیزده استان از جمله کریمه به روسیه منتقل می شوند و جغرافیای اوکراین به استان کیف محدود می شود بر این اساس تمام شرق و جنوب اوکراین متعلق به فدراسیون روسیه، غرب آن به لهستان، شمال تقسیم شده بین روسیه و لهستان، اوژگرود مجارستان، چرنیوتسی و مناطق وینیتسیا به رومانی تعلق دارد، تنها استان کیف باقی مانده است. مدودف که به مدت یک دوره سابقه ریاست جمهوری روسیه را در کارنامه خود دارد، از آغاز جنگ در اوکراین با حمایت کامل از اشغال خاک اوکراین، موازه جنجال برانگیزی را اظهار کرده است. مدودو در شرایط این سخنان را اظهار کرد که یکی از مشاوران ارشد زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته نیروهای روسی در حال استقرار مجدد گستره ای در سه منطقه جنوب اوکراین است که این امر نشان از تغییر تاکتیک احتمالی مسکو دارد هشدار مسکو درباره حمله به خاک روسیه با تسلیحات غربی در حالی که دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین حمله به اهداف نظامی در خاک روسیه را مجاز دانست یک مقام وزارت خارجه روسیه هشدار داد استفاده از تجهیزات موشکی و دوربرد آمریکایی و متحدانش در ناتو برای حمله به این کشور عواقب بسیار جدی خواهد داشت به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین شب گذشته چهارشنبه تاکید کرد که مقامات کیف اراده سیاسی لازم برای حمله به خاک روسیه را دارند. به گفته وی ارتش اوکراین میتواند اهدافی در خاک روسیه که به عقیده کیف خاک اوکراین را تهدید می کند را هدف قرار دهد. این مقام بلندپایه در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد در صورت لزوم هیچ کس در امضای آنچه باید امضا شود تا اهدافی در خاک روسیه نابود شوند تردید نخواهد کرد علاوه بر این اظهارات رئیس جمهور ما زلنسکی مبنی بر اینکه دقیقا به تهدیدات از هر کجا که آمده از پاسخ خواهیم داد تایید روشنی بر این موضوع است در این حال به طور همزمان کنستانتین گاوریلوف رئیس هیئت روسی در مذاکرات وین درباره امنیت نظامی و کنترل تسلیحات به طرف اوکراین در خصوص عواقب جدی در صورت استفاده از سامانه های موشکی پرتاب چندگانه هیمارس آمریکایی یا سایر تسلیحات دوربرد ناتو برای حمله به خاک روسیه هشدار داد این دیپلمات یادآور شد که سوق دادن کشورهای اروپایی برای تشدید روابط با مسکو میتواند به سرش منطقه درگیری مسلحانه منجر شود در این حال وی ابراز اطمینان کرد که نیروهای مسلح روسیه نیروهای نئونازی اوکراینی را نسبت به برد سمانه های موشکی مورد استفاده کیف از مرزهای روسیه دور خواهند کرد هجوم بلغارها برای جارو کردن بازارهای ترکیه به گزارش گروه بینون ملل خبرگزاری تصمیم، تصمیم باور نکردنی دولت ترکیه شهروندان بلغارستان را زوغ زده و خوشحال کرد. دیروز آنکارا تصمیم مجیبی گرفت و به شکل ناگهانی اعلام شد که دولت اردوغان ناچار شده به منظور جبران بخشی از کمبود منابع ارزی به بلغارها اجازه دهد که حتی بدون گذرنامه وارد ترکیه شود. با این تصمیم که در روزنامه رسمی منتشر شد، معافیت 90 روزه روادید برای شهروندان بلغارستانی برای شهروندان بلغارستانی برای بازدیدهای توریستی اعطا شد و کافی است در هنگام ورود کد ملی آنها در سیستم ثبت شود پس از اعلام این تصمیم شهروندان بلغارستانی برای خرید در آدیرنه صف کشیدند گردشگران بلغارستانی که بسیاری از نیازهای خود از جمله غذا پوشاک کالاهای خانگی و محصولات نظافتی را از بازار ترکیه میخرند ترکیه و بلغارستان در منطقه دریای سیاه همسایند و بلغارها به سادگی آب خوردن از استان آدینه وارد ترکیه می شون. آنها برای ورود به ترکیه نه تنها ویزا بلکه گذرنامه هم لازم ندارند. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.